زنان افغان آرزو دارند امضای موافقتنامه صلح و خشونت‌های طالبان خاتمه بخشد که طی دو دهه گذشته جان هزاران افغان را گرفته است. اما برخی دیگر نگرانند که هرگاه گروه طالبان در صحنه سیاسی افغانستان برگردند، ممکن حق تحصیل و کار زنان را بگیرند. خیلی باورمند نیستم و برعکس نگرانم هستم، چون یک آینده مبهم و نامعلوم در پشت از توافقنامه می‌بینم. چون با باور ما طالبان هیچ به صلح باورمند نیستن و اونا اصلا قرامی امضای که کردن با اینا پابند نیستن و اینا گروهی هستن که بارها امتحان خدا دادن. از جانب دیگر زنان افغان نگرانند که آمدن صلح به افغانستان به قیمت از دست رفتن حقوق زنان تمام خواهد شد. شاید دیگه ما شاهد انتحاری و یا انفجار در افغانستان نباشیم، اما در عوض ما احساس میکنم که آزادی زنان ازشون سلب خواهد شد، گرفته خواهد شد و این بسیار دردناکتر از او هست برای من شخصا. ای که ما در یک انتحاری بمرم مثلا، نسبت به ای که بیاین برای ما بگوین که تو دیگه حق نداری که به عنوان یک زن افغان فعالیت داشته باشد. یک چیزی است که متاسفانه ما بدبین هستم نسبت به این مسئله، چرا که ما دستاوردهای چندین ساله ای را که داشتیم شاید او را از دست بدهیم یا شاید هیچ اتفاق نیفتاد، ولی خب آینده نامعلوم است، هیچ چیز مشخص نیست. طالبان اخیراً گفتند حقوق زنان افغان برای تجارت، ملکیت، میراث، تحصیل، کار و حق انتخاب شوهر، امنیت و سلامتی آنها حفظ خواهد شد. در دوره هایی که گفتگوها انجام شد، اونا بارها مشخص ساختن که دیدگاهشان نسبت به زن تغییر آنچنانی نکرده و ما نگران این مسئله هستیم. بانک موافقتنامه صلح به امضا رسید، اما آینده افغانستان هنوز مبهم است. اما در زادگاه طالبان قندهار، شگوفه رحیمی پیام خوشبینانه برای برگشت طالبان دارد. فکر میکنم طالبان تغییر کردند، به خاطر که آنها برای زنان افغان احساس پیدا کردند و مانند ما انسان هستند و درک نمودند که زنان حق بیرون رفتن و تحصیل آینده روشن دارند. فعالین زن در افغانستان هشدار دادند که در توافقنامه صلح با طالبان تعهد واضحی برای احترام به حقوق زنان داده نشده است و فقط حفظ ارزش‌های اسلامی نگاشته شده و باید جزئیات این مسئله برای زنان افغان واضح گردد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.